نه آنو ما بابا هم گوش میدن، یعنی اونجوری نیستن که مخالف باشن باهاش. شخصیت خیلی خوب و اوکی داره. جوونا بیشتر حال میکنن با حرفاز رکیک، واقعیت جامعه رو میگه. به هوادارش رسما میگفتش با ایجاب بیاین تو، نگفت. چی بگم من؟ حکم تتلو صادر شد. بله صادر شد. حکم تتلو از قبل صادر شده بود. قاضیام زیادن. نه من واقعا فکر میکنم اینا میان کامنت های هیت میزنن دنبال مرگ یه نفر، اصلا کارشون اینه حرف زدن یک نفر شخصیتش مشخص میشه. فرض کنین یک نفر باباش فوت کرده باشه، یک نفر بره بشاشه رو قبر باباتون براتون فیلم بفرسته. تشکر میکنم. این حرفای تتلو رو گوش کنین ببینید چی گفت، ببینید کلیپو. پاسپورتم که تمدید نکرد. یه قرمز گذاشتی تو پاسپورتم، اینجا به من اقامت نمیدن، به من بی احترامی کردن. من برم هر اون دقیقه بار اینجا امضا بزنم. فحش پای استوریا، سر قبر بابام که شاشیدی. بعد فحش پای استوریا چرا؟ برای چی فحش میدی بین آرتی؟ من نمیدونم. عکس سوپر ننمو که درست کردید، اومدید مادرمو فوتوشاپ کردید بغل فیلم سوپر برام فرستادید، همه جا هم فرستادید. پیجامو که بستید، پولمو که ندادید. آقا دیگه من با یه آدم باید چیکار کنم؟ الانم بیام ایرانم یا منو میندازید 100 سال زندان یا اصلا میکشیدم. مال 5 سال پیشه، تازه به بعدش ببینی که چه ها نکردیم با این پسر. یه کلیپ دیدم که از تینیجا در مورد تتلو سوال کرده بود، چقدر با فهم و شعور تینیجا، چقدر باهوش شدن. و پدر و مادرها، پدر و مادرها از بچه ها یاد میگیرن. تو همون کلیپ پدر و مادر میگفت اگه تربیت من تربیت بود تو بیه فوش نمیشه خراب بشه. آره دقیقا، اگه یه نفر بیاد فوش بده من مثلا ریده بشه تو تربیت بچه من، خب من بد تربیت کردم. شخصیت باحالی داره، خوشم میاد، از تتوهای خفنی داره، صداش قشنگه. شخصیت خیلی خوب و اوکی داره. موزیکاش قشنگه، دوست دارم، ولی خب فوش میده دیگه، اون سلیقه ایه، من گوش میدم. که بعد از آنگاشا که مثلا فوش میده، آنگاهی هستش که برای مثلا سنینه مثلا بالاتره، خودش هم گفته گوش ندید. خیلی حرفش واقعا حرف ما، حرف اصلا آهنگ که میخونه ما سریع میذاریم همه اینجا گوش میکنیم، خیلی آهنگش خوبه و قویه. چه چیزی داره که کلی نوجوان الان مجذوبش شدن؟ به خاطر اینکه الفاظ رکیک تو شعرهاش زیاده، جوان ها بیشتر حال میکنن با الفاظ رکیک، واقعیت جامعه رو میگه. خب سبک موسیقی که فوش میده، خب یه جور سبک رپه، رپ هم یعنی آزاد خونه. اینجا دیگه محله شون بوده دیگه، بالاخره اینجا مجیدی هست و محله امیر تتلو بوده، هروی اینجا. بچه‌ها که میگفتن اون بر محله شون بوده، دروغ میگن، اونا میخوان تتلو رو از محله با بکشن بیرون. بذاری من کنسرت بذارم، من به هوادارا میگم با ایجاب بیاین، نگفت، گفت. داخل اون کنسرتش نه بود، نه بود، نه بود. چی بگم من؟ به نظرت چرا میگن آدم نیست؟ چون ببین اصلا خیلی حرفشون بده، این بدبخت تو فشار قرار شد، این عدد هر 15 روز بده داخل سفارت ترکیه پاسپورتش رو تمدید کنه، مر کنه. این در رو دستش تتوی داشت داخل ایران، خودش هم حتی با آقای رئیسی گرفتن چیز کردن، تتو داشت، میگفت اصلا این ضد ایران نبود. نظرم مردم ایران اشتباه کردن که این کارو باش کردن، اون در مورد شهدا خوند، در مورد هزار تا چیز دیگه خوند. دلیل اینکه حالا تتلو رو میپسندن بچه ها، نوجوان ها بیشتر، صدایی هست در درونش، در درون تتلو که صدایی رو اعلام میکنه که اون صدا صدای همون نوجوان هاست، یعنی اون نوجوان ها دقیقا میخوان چیزی رو بگن که تتلو میگه، اون به زبون شعر میگه، هیجانش باعث میشه که بچه ها اونو دوست داشته باشن و بپسندن. باش حال میکنی؟ اون باید با من حال کنه. مثلا میگه که به هر کسی اعتماد نکنید، فکر نکنید با پول هر کاری رو میتونید بکنید، سعی کنید براش. همین که ورزش کنید، هدف داشته باشین. به من یاد داد واسه چیزی که میخوای بجنگ. فکر میکنم یه چیزی هستش که میاد و میره و یه جایی خاموش میشه. حالا نه نگرانی نداره،
تربیت خانوادگی بچه ها با یه شعر و یه هیجان تتلو تحت تاثیر فکر نمی کنم که زیاد قرار. ببینید چه شخصیت هایی، خودت خجالت نمی کشی گوزو؟ اگر می خواستم اجازه کار بگیرم لازم نبود برم اینجا و خالصوری کنم، اینجا رو می بستم. کامنت هم بخونیم یه چند تا. خب حالا نظرات شما رو در مورد این حاشیه ها ببینیم چیه، کامنت هایی که برامون میذاریم. گنجی که دنبالشی تو همون غاریه که از رفتن توش میترسی، همونه همونه دقیقا. وقتی میگیم امیر تتلو توی موزیکاش همه چی رو گفته، اینه، رفته توی تنهایی و تاریکیش. واقعا الان شاید سخت‌ترین روزای زندگیشو داره میگذرونه، ولی مطمئنیم که خفن‌تر از قبل میاد. میگه اگه من برم یه من قوی‌تر میاد. از قیافه هر دوی شما معلومه چه کاره هستید. یک ذره خجالت هم خوبه. چیو نشون میده شما؟ چه کاره هستیم؟ بگم چه کاره هستیم؟ آبو برید همونجا که میسوزه. این دوتا دخترن یا یکیش پسر خدا یا دنیا داره کجا میره؟ جاهای بد، جاهای خیلی بد، جاهای خیلی بدی داره میره. تفداری و تعصب از متجاوز و ظالم. این تجاوزی که بستی به امیر تتلو میتونی ثابتش کنی؟ هیچ کدوم از حرفایی که زده شده در مورد امیر تتلو هیچ کدومش ثابت نشده. تازه همونا هم تجاوز توش نبود، خودشون با پای خودشون دخترا رفته بودن اونجا. همونایی که گفتنم هیچ کدومشون نگفتن تجاوز بوده. نیا کنی تتلو میگفت من نیو فیس میخوام. خب شمایی که میای میگی ما خانواده نداریم، اگر خواهر مادر خودت بود چی؟ چه همینو میگفتی؟ تتلو خودش میگه نیو فیس میخوام، کسی که میاد از توی ایران بلیت میگیره میاد ترکیه و میره پیش تتلو. هیچی دیگه نمیگم، خودتون بگین. وقت شما رو میبینم انم میگیره. یعنی بچه هم اومدن بهش گفتن ما هم وقتی تو رو میبینیم اذهال هم میگیرم. دمت گرم، واقعا دمت گرم. کامنتشو بالا براتون میذاریم. سلطان زن تو رو هم زمین زده. مگه زن تو رو زمین زده؟ ها؟ که برات عادیم سلطان. خیلی احمقی، اینقدر مغز و کله پوکتون نیست واقعا. ببینیم اینا جوابشون خیلی خوب میدنیم براتون. حکم اعدام تتلو صادر میشه. بیا بیلاخ، اینا میخوان من از این پشت بوم گوه بپرم. بیلاخ به همین خیال باش. نه تا ریپلای داره. یه دونه کامنت تتلو حکم اعدامش صادر میشه برای ما گذاشتن، یه عالمه ریپلای خورد. چرا اینقدر چیزای منفی رو دوست دارین؟ آره؟ نوشته بیا به کلبه من هموطن، ملا و تتلو در تجاوز برادرن. برو جمع کنین با خواهی تو سر. عاشق چیزای منفین، یه نفر رو به گابدن حال میکنین. چرا؟ چرا با چی شده؟ بعد به ما میگین بی خانواده. شماها چجوری بزرگ شدین که اینقدر عاشق چیزای منفی و اعدامش کنن بکشنش حال میکنین؟ بودو بودو. دو عدد بی خانواده زن زندگی آزادی رو مشاهده میکنه. این به نظرتون چه جور آدمیه؟ بعد این کامنتی گذاشتهش تو خانواده دار. روز اول کلیپامونو به این گفتیم ما یه خانواده ایم. من خواهر و مادر تو رو خواهر و مادر خودم میدونم. من همون روز اول از روزی که 20 تا سابسکرایب داشتیم گفتیم ما یه خانواده کوچیکیم. گفتیم هر کی بیاد اینجا خانواده ماست. خواهرت و مادر من. خواهرت و مادر من. خواهرت و مادر من، مادر من، مادر تو. ما یه خانواده ایم. پس نگاه کن. حالا بیا فوش بده. به پایان اومدین دفتر. حکایت هنوز ادامه داره. ما میایم. آره ما میایم، همیشه هستیم. به پدر و مادر خود نیکی رو بکنی. خدافظ شما. خدافظ. ما میایم، دوباره میایم. ساقیتون کیه؟ ساقیمون هم نمیگیم. اصلا امکان نداره. تتلو قبل از این کشمکشا ویدیو آپلود کنه اومده و الان میاد نبود داخل کارشنت با این کوچه. برو بابا. اطلاعات